مگر از این جور چیزا شما الان خر در خروار تو ایران ندارید که اینا میفروشن میسازن؟ ولی میتونید عکس رضا شاه رو این کار بکنید، محمد رضا شاه یعنی شاهنشاه آریامهر رو میتونید کار بکنید، شهبان فرح میتونید کار بکنید، ممنوعه ممنوعه، ولی قاجار آزاده، چون اینها همون سادات تازی و روحانی یکی هستن. اکثر زنان اینها سادات تازی بودن و الان برای اونهاست که اینا نبرد و مبارزه میکنن که سادات تازی رو به قدرت برسونن. قاجار تنها سلسله بیگانه با سلسله دیگه هم بوده که اینا هم تقدیرش میکنن، ستایشش میکنن. دیگر از خیشتن
مثل سریا سخن زیبایی به من میگفت که این رو بارها گفتم، همه هم میدونن. میگفت واقعا سیاوش اوستا این کتاب ها، این اوستا، این صحبت ها، این حرف ها، این سخن شاهنامه، این پوران دختا، آزرمی دختا، این موزا، این زنان آریایی چه گرد آفرید. و چه شاه بانو و چه شه بانو. شاه بانو خود شاه، شه بانو. من بارها اگه من بعضی حرفامو کد میگم چون نمیخوام موارد بشه، بارها بهشون به جای فرح پهلوی گفتم شاه بانو، شاه بانو. تو روزگار نو چند سال پیش مطلب نوشتم چون شاهه، ولی خب تا موقعی که خودش نپذیرفته بود که نمیتونستیم. الان دیگه از پس از مصاحبه با لیبرو ایشون خودش رسما اعلام کرده که ایشون شهریار ایرانه و برای بازگشت به ایران آماده است، چون مردم میگن. و نه، امید خیلی مهمه، امید آفرین ما باید باشیم. کسانی که امید کش هستن اونها خیانتکاران. امید داره میآفرینه فرح پهلوی، از این امید آفرینش باید بهره ببریم. فردا چی پیش میاد اهورامزدا میدونه. امروز باید امید آفرینی کنیم که این نظام رو از بین ببریم، نظامی که خودش داره سلطنت میکنه. میگه من مخالف پادشاهی هم، تو داره سلطنت میکنید. اون خمینی اونقدر 43 سال که گذشته، الان 35 سال علی خامنه‌ای شدن، حکومت میکنید، حکومت و سلطنت میکنید، ولی در جهالت، در بدبختی، در نادانی تمام. ولی نسل آریایی ما و این تفکراتی که گذشته موجود بود با عنوان اثناعشری و تشیعشیه، خصوصا با این جنگ داخلی که مقتدا صدر را انداخت، حالا ما موافق با یا مخالف، برای ایرانی ثابت کرد که آقا این شیعه است، سید هست، تازی است. خودش داره میگه که حسن و حسین در حمله به ایران نقش داشتن، مثل تمام علمایی که گفتن، تاریخ داوری نقل کرده و دیگه، در قادسیه امام حسن و امام حسین بوده و ایرانی ها باید نابود کرد. الان دیگه میگن ایرانی ها باید نابود کرد، ولی علی خامنه‌ای و خمینی و تمامی سید میداشون سادات تازه اومدن نابود کرد. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان خود میگوید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. سفینة البحار و مدینة الاحکام و الاثار، صفحه 164، حاج شیخ عباس قومی. از امام حسین اینه: امام حسین ما از تبار قریش هستیم، هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر است، واضح است، و بالاتر و هر ایرانی از بدترین دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه و زنانشان را به کنیزی اعراب فروش رساند و مردانشان را به غلامی و بردگی اعراب گماش. از بیانات امام حسین امام سوم شیعیان، سفینة البحار، شیخ عباس قمی. سادات تازی که از قدرت میان بیرون و به مردم میپیوندند، مورد پذیرش مردم هستند.
این سادات تازی که الان در همه جا ارگانهای بالای حکومتی یا رو سادات تازیه که حاکمه. بعد بعضی وقتا اگه شیخ میخای هستن، شیخ میخای نوکر اونان که حتی بچه های خودشون رو قربانی کردن فلان کردن برای حزب قدرت اونا، اینا قدرت طلب هستن. اما توی قبلا بهتون گفتم یا پول یا زن یا قدرت هست که اینا رو نوکر سادات تازی میکنه. انگلستان هم که از زمان صفویه روحانیت رو و تمام این آیین تاسوعاش رو محرم آفرید، تمام این علم به دست کردن ها فلان کتل متل فلان اینا همه مال کلیسای مسیحیت هست که از زمان صفویه وارد شد و بعد هم تشکیلات روحانیت ساخت. من به عکس تو، به حرف تو، به اسم تو تعظیم میکنم. من غلام تا هر جا ببری، به رسم تو تعظیم میکنم. میشکنم غرورم و کار دل دیوونمه، میدونم این عاشقی یه روز بلای جونمه. میشکنم غرورم و کار دل دیوونمه، میدونم این عاشقی یه روز بلای جونمه. میونه آتیش آبم چجوری فرار کنم؟ اینجا شهر من و توست، چرا ترک دیار کنم؟ من باید تو را از این خواب قفلت بیدار کنم. بدون هر دوتامو امیدوارم که شاد و خوش و پیروز باشید و بتونیم ایران اهورایی رو به زودی آزادش کنیم. امید رو می آفرینیم، شهریارتون هم دارید. کسانی هم که حسادت میکنند نکنند، بیایید به ایران بیاندیشیم و آزادی و سربلندی ایران آریایی، یعنی ایران آزاده. از برادر مهربانم مهندس امیر شجره دبیر کل این تلویزیون سپاسگزارم. براش تندرستی، شادی آرزو دارم و همه شما به درود میگم تا درودی دیگر. historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui depuis 2015 ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. Institut @AWESTA. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میکراتا محمد، قرآن سرودهی به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه میکرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال